أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. با نام و یاد خداوند متعال، پروردگار بخشنده و مهربانی که یاد و ذکرش مایه آرامش دلها و قلبهای ماست. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان محترم برنامه عارفانه. آرزومند هستم که همه شما بزرگواران از نعمت سلامتی و تندرستی انشاءالله برخوردار باشین و از همه آفات و بلیات مصون و محفوظ. پروردگار متعال را شاکر هستم که بار دیگر توفیق داریم تا از طریق برنامه عارفانه در خدمتتون باشیم و انشاءالله بتونیم در معیت هم پیرامون یکی دیگر از موضوعات ارزشمند معارف اسلامی صحبت بکنیم. برنامه امروز انشاءالله حول محور حقوق مؤمن خدمت شما تقدیم خواهد شد و گفتگوی ما در این باره خواهد بود. خوشمند هستم که افتخار ببخشین و ما را همراهی بفرمایید. تشکر میکنیم از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستیم. بیننده محترم، همطور که خدمتتان عرض کردیم، موضوع صحبت ما درباره حقوق مؤمن هست و چند جلسه ای هست که در خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر نیازی هستیم تا با محوریت فرمایش نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که 30 تا از حقوق مؤمن را در یکی از سخنان ارزشمندشان برای ما فرمودن صحبت داشته باشیم. امروز هم ان شاء الله ادامه همین حدیث شریف و شرحش هست و در خدمت سرور ارجمند جناب آقای دکتر نیازی هستیم. خیلی خوشحال هستیم جناب دکتر، عرض سلام داریم. مسجد شریف شما خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض تحیات خدمت شما و همه بینندگان محترم، در خدمت شما هستیم. سلام باشین. زنده باشین. باعث افتخاره که آقای دکتر در خدمت شما باز هم قرار گرفتیم تا انشاءالله بتونیم از محضر شما بهره مند بشیم. ما در 2-3 جلسه گذشته پیرامون بحث حقوق مؤمن صحبت کردیم و فرمایشات نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای ما حضرت عالی تبیین فرمودین. خیلی دوست داریم که امروز هم ادامه این مطلب را داشته باشیم. بله. خب همونطوری که اشاره کردید، ما مباحث زیادی را در مورد حقوق مؤمن با استناد به روایات، مخصوصا حدیث نبوی شریف که حدود 30 تا حق را مطرح کرده است. البته این را نمیشه گفت که این از باب انحصار است. بله. میشه دستبندی های مختلفی انجام داد، میشه اضافه کرد، میشه بالاخره اینا را در دسته های کوتاه‌تری انجام داد، بستگی به موقعیت هست. و ما بر اساس این حدیث یکی از مواردی که به عنوان حقوق مؤمن که لازم رعایه است و حتی در روایت اشاره شده که در روز قیامت مورد مطالبه و مؤاخذه واقع میشه که اگر کسی حقوق برادران مؤمنی که با اونها ارتباط دارد، معاشرت دارد، با اونها در تعامل هست، این حقوق را رعایت نکند، از اونها مؤاخذه میشه و پرسیده میشه که چرا این حقوق را انجام نداده. بنابراین در شناخت اون حقوق و مطالعه این حقوق و رعایت اون حقوق حتما همه ما، همه مؤمنان، همه پیروان دین مؤمن اسلام کوشا باشند. خب یکی از اون حقوق این است که در واقع دامنه دوستی را با از طریق دوستان و مرتبطان دوست خودمان گسترش بدیم. برنامه اسلام در واقع این است که هرچه این چتر محبت انسانها با همدیگر بهتر بشوند و بیشتر بشوند، این مطلوب اسلام است، مطلوب دین است. ما برای وصل کردن آمدیم. انبیا میگن که وظیفه ما این است که روابط اجتماعی رو بهبود ببخشیم، درست، اتحاد و همدلی و همبستگی ایجاد بکنیم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. خب از این طریق یک قاعده مطرح میشه، اینجا اشاره میشه به یک مضمونی که احادیث دیگه هم به اون مطرح کرده و اون این است که وقتی انسان با کسی دوست هست، برادر مؤمن خودش میداند و به عنوان یک دوست با او برخورد میکند، خب اینجا لازمش این است که با دوستان او هم دوست باشد. با دوستان او، با اونای افرادی که با او خوبند، با او ارتباط دارند، با نزدیکان او، با اونهایی که او اونها رو دوست دارد، با اینها رابطه دوستی دارد، با اونها هم چی باشد؟ دوست باشد. و برعکس با کسانی که با این رابطه خوبی ندارد دشمنی میکند. البته این دشمنی بر اساس یک معیارهای ارزشی اگر باشد، بالاخره هر دشمنی را ما نمیتوانیم که ملاک یک شخص را قرار بدیم و بر اساس اون با دیگران دشمن باشیم، بگیم چون اون با دیگران دشمن است. نه، این دشمنی اگر بر اساس یک ملاکهای معقولی است، مثلا ملاکهای ارزشی و دینی و حق و عدالت است، در این موارد
ما باید زمانی که او با یک کسان دشمن است دشمنی دارد، خب ما نمیتوانیم با دشمنان او رابطه دوستی داشته باشیم. ادعای دوستی با فردی داریم، اما با دشمنان او هم ادعای دوستی داریم. چنین چیزی در واقع هم از نظر روانی و هم از نظر اجتماعی و هم از نظر دینی به اون توجه شده و این امکان ندارد. مثلا مثال های نمونه واضح بزنیم، کسی بگه ما مردم مظلوم فلسطین را دوست داریم چون که برادران دینی ما هستند، خب در عین حال با دشمنشان، با قاتلشان، با کسی که سرزمینشان را غصب کرده و اونها را هر روز به انهای مختلف شکنجه میکنن، به شهادت میرسانن، با اسرائیل و با حامیان اونها هم چی هستیم؟ دست دوستی میدهیم. خب چنین چیزی امکان ندارد دیگه. اونایی که قاتل این اشخاص هستن، خب نمیشه که با اونها انسان دوست باشد. لذا در اینجا میفرماید که یوالی ولیه و لا یعادی، یا تعبیر دیگه یعادی عدوه. وقتی از حقوق مؤمن این است که خب با همچنانی که خود او را دوست دارد، با دوستان او هم دوست باشد و با دشمنان او هم دشمنی کند. در یک حدیث جالب از حضرت علی علیه السلام میفرماید که دستبندی می کند دوستان انسان و دشمنان انسان را، می فرماید که اصدقاؤک ثلاثه و اعداؤک ثلاثه. سه گروه یا سه دسته هستند که دوستان شما به حساب می آیند، دوستان یک انسان، و سه گروه هستند که دشمنان انسان به حساب می آیند. خب این یک بر اساس همین نکته ای که اشاره کردم بر اون اساس است. می فرماید که فاصدقاؤک صدیقک، دوستان شما یکیش همون دوستی است که مستقیم با او دوست هستی، رابطه دوستی داری، برادری داری. و صدیق و صدیقک، و دیگرش هم دوست انسان است. یکی فرد دیگری که با این شخص دوستی دارد، محبت دارد، مودت دارد، او هم دوست انسان به حساب می آید، با او باید انسان دوستی کند، محبت کند. و دیگه چی هست؟ عدو و عدوه، کسی که با دشمنت دشمنی دارد. مثلا اسرائیل دشمن ماست، اما یک کسی هست که با اسرائیل داره می جنگه. اون کسی که ضربه می زنه با دشمن ما و دشمنی دارد با دشمن ما، او هم دوست ما هست به خاطر که دشمن را از میان بر می دارد. و بعد می فرماید و اعداؤ که دشمنان شما هم سه گروه هستند. یکی خود همون دشمن است که با انسان به خاصمت و دشمنی و نزاع دارد، و دیگه عدو و صدیقک، کسی که دشمن دوست تو باشد. تو با کسی دوست هستی اما او با او دشمنی میکند، او که با دوست تو دشمن است، دشمن شما هم به حساب میآید. و صدیق و عدوک، و کسی که با دوست تو رفاقت دارد، رفیق و صدیق، دوست دشمن شما باشد، او هم در واقع خب همیار و همکار دشمن است و دشمن به حساب میآید. بنابراین در مسائل دوستی این چیز موارد را ما باید در نظر داشته باشیم که خب بعضی وقتها دوستی ها به صورت مستقیم است، این از حقوق انسان است که بالاخره با او دوستی بکند. و حق دوستی برادر مؤمن این است که وقتی با مؤمنان شما دوست هستید، با دشمنانشان نمیتونید دوست باشید. درست. و دوستان و همپیمانان اون را هم باید به عنوان دوستانتون حساب بکنید. بر این اساس است که یک شبکه وسیع ایجاد میشه از پیوندهای مختلفی که بر اساسش هم باید ایمان باشه، حق باشه، عدالت باشه، ارزش ها باشه، منافع شخصی و گروهی و این چنین چیزهایی نباشه. بسیار عالی. آقای دکتر بازی، شما این نکته هم مشخص و روشن بسازیم که خب همینه که فرمودین در واقع در صورتی درست هست که ما مثلا دوست ما مؤمنی هست که بله. خود او معیارهای دینی را در دوستی و دشمنی مراعات میکنه. بله. چون اگه خدای نکرده این کسی که دوست ما هست و ما با او برادر من هم با کسی دشمنی بله. میکنه، خدای نکرده معیار دوستی و دشمنی او حق نیست. حق نیست. بله. اگه اینطور باشه خب قطعا ما هم وظیفه بله. نداریم که مثلا میگم او با کسی دشمنی داره، بله خدای نکرده با مؤمنی دیگر دشمنی داره. درسته. خب دشمنی با مؤمن که جایز نیست. نه. براءت میجوی از برادر مؤمنی که حالا سر مسائل دنیوی مثلا با هم دیگه جور نامدن و اختلاف دارن. درست. با او دشمنی داره. درست. بعد ما هم بیام بگیم که تو به خاطر از اینکه با برادر مؤمن دیگر ما دشمنی داری، با ما هم با او دشمن هستی. خب این چون معیار او درست نیست. درست. ما هم درست مراعات بکنیم. اینو خب بله این هم باید که سوء تفاهم برداشته بشه. جناب حسینی، استاد حسینی اشاره درست فرمودن در این موضوع. ببینید ما بحث ما چی است؟ ایمان است. ما حقوق مؤمن را داریم خدا خیرتان بررسی میکنیم. حقوق مؤمن یعنی اون که بر اساس ملاک ایمان، حق و عدالت و ارزش با همدیگر چی میکنن؟ دوستی میکنن، رابطه دارن، معاشرت دارن.
و جالب این است که حدیث فراز بعدی حدیث که اون را به عنوان یک مطرح میکنیم همین موضوع را تکمیلش میکنه. بسیار عالی. این فرازها را ما کنار هم دیگه قرار بدیم بچینیم توجه داشته باشیم، اینها اون سوی تفاهمات را برطرف میکنه که ما اگر کسی بالاخره با یک سوی تفاهمی یا بالاخره منافع دنیوی شخصی به ناحق با کسی دشمنی میکند، ما اونجا وظیفه داریم که اونا رو متوجه بسازیم، اصلاحش بکنیم. روابط اصلاح ذات البین یکی از وظایف انسان‌های مؤمن است که بالاخره بالاترین ثواب دارد، از خیلی از گفتن مثلا از حج و از اینها هم بالاتره. وقتی که انسان بین دو فردی که دارن روابطشون سرد میشه، از بین میره و به نزاع تبدیل میشه، اونها را اصلاح بکند. بنابراین در این مورد ما روشنه که ملاک ما ایمان است، دوستی هایی که بر اساس حق باشن ما او را باید گسترش بدیم و با دوستانش هم دوست بشیم و با دشمنانش هم دوست. و فراز بعدی را هم انشاءالله که انشاءالله در بخش بعدی خدمتتان هستیم. دکتر ممنون، زنده باشین. بینندگان گرامی خوشمند هستم، همچنان برنامه خودتان را دنبال بفرمایید. پس از میان برنامه زیبایی که تقدیمتان خواهد شد، برمیگردیم تا باز هم ببینیم از نگاه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چه حقوقی برگردن ماست نسبت به برادر ایمانی ما. تشکر میکنم از این که همچنان همراهی میفرمایید با برنامه عارفانه. صحبت ما درباره شناخت حقوق مؤمن هست و جا دارد که به این کلام نورانی حضرت لسان الله الناطق امام جعفر صادق علیه السلام توجه بکنیم که حضرت فرمودن والله ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، و خداوند سوگند که پروردگار متعال پرستیده نشده و بندگی نشده به چیزی که برتر باشد از ادای حق مؤمن. بنابراین ما به عنوان مسلمان و مؤمن توجه داشته باشیم که عبادت برتر همان شناخت حق برادر ایمانی و ادای این حقوق هست. ما در پرتاب کلام نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در صدد شناخت این حقوق هستیم. سرور گرامی ما جناب آقای دکتر نیازی در بخش قبلی فرمودن که یکی از حقوقی که باید برای مؤمن قائل باشیم و ادا بکنیم این حق را این است که با دوستان او دوستی کنیم و با دشمنان او دشمن باشیم، به شرط اینکه برادر ایمانی ما هم مدار و معیار دوستی و دشمنیش در واقع خداوند متعال باشه. الحب فی الله و البغض فی الله، همین دو معیار مهمی که در احادیث به ما فرمودن. خدمت شما هستیم استاد. بله، خب در ادامه یکی دیگر از حقوق مؤمن را مطرح میکنیم که میفرماید ینصره ظالما و مظلوما. خب از حقوق مؤمن این است که مؤمن دیگر را یاری بکند، چه ظالم باشد و چه مظلوم. خب اینجا ممکنه که سوی تفاهمی از ظاهر و از ابتدا و آغاز به نظر برسه که این رو هم مثل همون نقطه قبلی باید توضیح بدیم و حدیث هم توضیح داده. خب که ما برادر خود رو چه در حالتی که مظلوم باشد یاری کنیم، یعنی ظالمی آمده حق او رو پایمال کرده، ما در کنار او بیستیم تا حقش پایمال نشود، تو حق خودش رو بگیرد، این که روشنه میفهمیم. اما این که مظلوم باشه، اما اگر ظالم هم باشه او را یاری بکنیم، این دیگه چگونه است؟ یعنی در واقع ما در کنار ظالم بستیم به بهانه این که بالاخره این برادر ما هست، این مؤمن است، این همکیش ما هست، این که میشه همون تعصب دیگه، بالاخره تعصب قومی باشه، تعصب منطقه‌ای باشه، تعصب زبانی باشه که ما در کنار همدیگر بیستیم، چه او برحق باشد چه برحق نباشد، چنین معیار را اسلام قبول ندارد. لذا در این حدیث مسئله را خوب توضیح میدهد. فاما نصرته ظالما فیرده عن ظلمه. او بود دیگه که روشنه، اما این بود اولش که در صورتی که یک شخص ظالم باشد چگونه او را یاری کنیم، انسان ظالم را ما چگونه یاری کنیم، انسان ستمگر را چگونه یاری کنیم، اینجا نکته را روشن میکنه. فیرده عن ظلمه، وظیفه یک انسان مؤمن این است که اون برادر ظالم را، مسلمان ظالم را، مؤمن را که داره بنا حق بر کسی بر افراد ظلم میکنه، اون رو جلویش را بگیریم. در واقع ما نباید در هیچ حالی از برادر خودمون غافل باشیم، در حالی که او داره به ستم، به گناه، به در اجبار دیگران، ظلم بر دیگران آلوده میشه، ما در اونجا باید که جلوی او رو بگیریم و از چنگا از این حالت او را نجات بدهیم. خب و روش در واقع پیغمبران ما، روش اولیای دین، روش حتی بزرگان هم ما را همین بوده است که
خب شما نگاه کنید که پیغمبران مثلا در مورد حضرت موسی و عیسی قرآن کریم چی میفرماید؟ میفرماید که به موسی و هارون میگه اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خب میگه شما سراغ ظالم برید تا اینکه این هدایت بشود. در واقع اون یاری کردن فرعون بود، یاری یعنی او را یاری به این معنا که او را از ظلم، از گناه، از راه نادرست، از راه زلالت باز دارد. خب این یاری دشمنی انبیا با حتی با فرعون هم دشمنی نمی کنه در قدم اول، درست دشمنی با شخص فرعون نداره، با شخص نمرود نداره، با شخص اون ظالم نداره، با اون عملش داره. بله، لذا اون عمل رو اگر هدایت بکنه خب اونها رو هم خداوند میبخشد. اذهبا الی فرعون انه طغى، بروید فرعون، بس سراغ فرعون چون که او طاغی از ظالم است. فقولا له قولا لینا، با او با نرمی سخن بگویید، نصیحتش کنید، قولوا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید او تذکر پیدا بکند و بترسد از خداوند و دست از این ظلم و ستمش بردارد. یا مثال دیگه، نمونه دیگه شما مثلا ببینیم، خب یک پدر یا یک برادر دلسوز در خانواده خودش وقتی که پدر از فرزندان خودش حمایت میکنه و کمک میکنه، یک پدر آگاه و هوشیار چگونه یاری میکنه فرزندان خودش رو؟ اون جایی که این فرزندش مظلوم واقع شده، مورد ستم واقع شده، خب میرود حمایتش میکنه و کمک میکنه و از دست ظالم و چنگال ظالم نجاتش میدهد. خب اگر مظلوم واقع شده حقش غصب شده، و اگر این داره تون روی میکنه، زیاد روی میکنه این فرزندش، این ظلم و ستمی بر دیگران میکنه، کارهای ناحق و ناروا میکنه، یک پدر خردمند، یک پدر دلسوز چه کار میکنه؟ اینجا میره جلوی اون فرزند خودش رو میگیره که به دیگران تعدی نکنه، ظلم نکنه، تجاوز نکنه، این رو در واقع نجاتش میدهد از این عمل خیر. بنابراین این مسئله روشن است که حدیث شریف به عنوان حق مؤمن مطرح میکنه که باید برادر مؤمن را چه ظالم باشد چه مظلوم باشد یاری کنیم. وقتی که مظلوم باشد روشن است که چگونه یاری میکنیم، یعنی دفع ظلم میکنیم، دفع ظلم میکنیم، در کنارش میستیم و او را از چنگال ظالم نجاتش میدیم. اما هنگامی که او ظالم باشد، برادر ما یک مسلمان دیگر ظالم باشد، ظلم میکند، چگونه یاریش کنیم؟ اونجا این است که بریم جلوی ظلمش رو بگیریم، آگاهش بسازیم، هوشیارش بسازیم، مانع ظلمش بشویم و نگذاریم که چنین کاری بشود که این وظیفه ماست، ما در واقع نسبت به اونها چنین چیزی وظیفه داریم. و اینا جالب است که احادیث خیلی اینها را نکات بسیار زیادی توضیح زیاد داره احادیث، ما نمیتونیم همه را مطرح کنیم، به طور اشاره مطرح میکنیم. در این مورد امام صادق علیه السلام میفرماید من رعا اخاه علی امر یکرهه فلم یرده عنه وهو یقدر علیه فقط خانه. خب میفرماید که کسی میبیند که برادرش مؤمن دیگر، مسلمان دیگر داره کار نادرستی انجام میده، ظلمی انجام میده، ستمی میکنه، مکروه، کار منکر و مکروه را انجام میدهد، فلم یرده عنه، این رو از او کار باز ندارد، از این اشتباهش نگیرد. بله جلوش رو نگیرد، بله. این دوستی نکرده با او، بلکه خیانت، و هو یقدر علیه، میتونه کمک بکنه، جلوش بگیره، فقط خانه او در اینجا خیانت کرده. پس اگر ما بخوایم در حق دوستان ما، برادران ما، همکیشان ما یاری کنیم، اونها رو نصرت کنیم، در کنار اونها باشیم، در کنار اونها بودن به چه معناست؟ در جای این است که اگر راه حق می رود خب اونها رو تشویقش بکنیم، اگر مورد ظلم واقع شده است دفع ظلم بکنیم، اگر دارد ستمگری می کند، زیاده روی می کند، به راه نادرست می رود، باید راهش را بگیریم. اگر بینی که نابینا و چا است و اگر خاموش بنشینی گناه هست دیگه. در واقع این هم بحث مسئله امر معروف و نهی از منکر در اینجا مطرح میشه. بنابراین این یکی از حقوقی است که مطرح شده. در ادامه بازم حق دیگر را مطرح میکنه که ما تا جایی که فرصت هست توضیح میدیم، میفرماید که لا یسلمه ولا یخذله. خب حق قبلی این بود که ینصره ظالما او مظلوما که توضیح دادیم. این حقه که اینجا مطرح میکنند میگه که لا یسلمه ولا یخذله. خب او را تسلیم نکنه، یعنی بر حال خودش وا نگذارد، ولا یخذله و در جایی که نیاز به یاری دارد از او فروگذاری نکند. خب این هم در واقع یک نوعی اشاره به همون حقوق قبلی دارد که ما داریم. ببینید خب انسان در واقع
وقتی که میگیم ما برادری داریم، برادر هستیم، دوست هستیم، بله. این دوستی نیاز به اثبات دارد، نیاز به نشانه های عملی دارد. حقیقتش باید در جای روشن بشود. حقیقتش در جای روشن میشود که سختی ها به وجود بیاید، مکاره به وجود بیاید، مشکلات به وجود بیاید، اون زمان است که این دوستی، دوستی واقعی است. دوست بودن فقط با زبان نیست، یک سطحی از دوستی ظاهری که هست بالاخره. خب انسان با دیگران زبان خوش داشته باشد، اما اون دوستی که واقعا انسان بتواند به او اعتماد بکند، اتکا بکند، اون دوستی است که خصوصیاتش اینه که لا یسلمه و لا یخذله، او را در جاهای تسلیم مسائل سخت نکند، تسلیم مصائب نکند و جایی که نیاز به یاری دارد یاریش بکند، که این توضیحی دارد که اگر در فراز بعدی موفق شدید خدمت شما عرض میکنیم. سلامت باشین دکتر، خیلی بهرمند شدیم. بینندگان ارجمند خوشمند هستم با هم همراه ما باشین. انشالله این بحث بسیار شیرین و کاربردی و مهم را حتما پیگیر باشین. بعد از میان برنامه دیگری با هم انشالله فرصت داریم که در بخش پایانی گفتگو را ادامه بدیم. همراه ما باشید. تشکر میکنیم از اینکه همراهی میفرمایید با برنامه عارفانه. موضوع صحبت ما شناخت حقوق مؤمن هست. در قسمت قبلی سرور ارجمند جناب دکتر نیازی به این مطلب مهم اشاره فرمودند که مؤمن وظیفه داره که برادر مؤمن خودش چه در حالتی که مظلوم واقع شده یاری کنه و همچنین چه در حالتی که ظالم هست، و توضیح فرمودند که خب وقتی که مظلوم است باید ظلم را از او دفع بکنیم، کمکش بکنیم و ظلم ظالم را از او رد بکنیم، اما زمانی که او ظالم هست چگونه میتونیم او را کمک بکنیم؟ باید کاری بکنیم که او را از ظلم کردن به دیگران باز داریم. یعنی در حالی که برادر ایمانی ما به دیگران ظلم میکنن نباید ساکت بنشینیم، بلکه باید بریم به او تذکر بدیم که این کار شما ظلم هست و نباید. مؤمن خدای نکرده ظالم باشه، چرا که هر ظلمی چه به نفس چه به دیگران قطعا از محرمات هست. خیلی استفاده کردیم و در این بخش واسه هم استماع میکنیم فرمایشات ارزشمند جناب دکتر نیازی رو. بله، خب موضوع بعدش در واقع این موضوع است که دوستی و برادری باید در همه حال باشد. بله، گاهی دوستی و برادری در حالت رخا و آسایش و که ناملایمات نیست، زندگی رو برا هست و همه چیز گل و گلزار است، خب این ادعای دوستی کردن یک امر آسان است. درسته. و با اون وضعیت هم نمیشه انسان دوستان واقعی خودش را شناخت. خب یک مؤمن در مسئله دوستی، یک بحث ما البته از زاویه دیگر است اینجا، اما از این زاویه اگر نگاه بکنیم که ما برای اینکه دوستان خودمان رو بشناسیم و دوستی واقعی رو از دوستی غیر واقعی تشخیص بدیم، این نمیشه که در زمانی که همه چیز در حالت فراهم است، عادی است، بشناسیم. نه، اینجا نیاز به امتحان دارد و در روایات به این مسئله، به این نکات ظریف خیلی توجه شده و بسیار جالب است که مورد توجه واقع شده که امام صادق علیه السلام میفرماید که یمتحن الصدیق بثلاث خصال. کسی که دعای دوستی میکنه باید از سه طریق به او مورد امتحان واقع شود. فان کان مواطیا فیها فهو صدیق، اگر این در این خصلت ها را داشته باشد او واقعا از صدیق المصافی، صدیق با صفا، صدیق خالص است، دوست در واقع واقعی است. و الا کان صدیق رخاء لا صدیق شده، اما این اگر این خصوصیات را و این خصلت ها را نداشته باشد در واقع او دوستی است که در حالت عیش و نوش و گرفتار در واقع آسایش او زمان کنار انسان است، جایی که منفعتی دارد، بهره ای دارد، به او خوش میگذارد، کنار انسان، سراغ انسان میآید، و اگر نه از کنار انسان دور می شود. و این خصوصیات مورد نظر این گونه شرح می دهد، میگه که تبتقی من همالا، شما او را آزمایش کنید، این آزمایش ها را اگر انجام داد، یکیش این است که خب از دوستتون، گاه انسان واقعا نیازمند میشه، گاهی نه نیازمندی نیست، ولی به خاطر آزمایش یک شخصی که ادعای دوستی دارد و خودش رو نزدیک می کند، انسان مال از طلب می کند. آره، مثلا میگه که خب این مقدار پولی به ما میتونی قرض بدی یا این چنین چیز رو به ما میتونی بدی. خب اگر او دید که از مال خودش دریغ نمی کند، واقعا دوستی صمیمی است، دوستی واقعی است، جانی هست، او تأمنه علی مال. یک راه دیگرش این است که نه، شما به او مال میدی، قرض میدی، چیز را در اختیار قرار میدی که آیا او امانت داری میکند یا امانت داری نمیکند. از این طریق
از او طریق بالاخره میفهمی که این حاضر است مال خودش را برای تو خرج کند، برای تو قرض بدهد، دستگیری بکند. از این طریق دیگه میفهمی که این شخص امینی هست، شخص صادقی هست، شخص امانتداری هست یا نیست. از این طریق بالاخره امانتداری چیز خیلی مهمی است. او تأمنه علی مال او تشارکه فی مکروه. خب نکته دیگه ای که با همون فراز حدیث مورد نظر ما مورد مصادفت دارد همین این است که میفرماید تشارکه فی مکروه، در کار مکروه و سختی او را درخواست میکنی که همراه تو باشد، در سختی کنار تو باشد. تشارکه فی مکروه، وقت سختی میآید، وقت جنجال میآید، وقت مشکلات میآید، در اون زمان است که اگر این همراه تو باشد این در واقع دوست واقعی هست. خب ولذا در حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام نسبت به کمیل ابن زیاد که از اصحاب بسیار صمیمی هست و دعای کمیل هم برای ایشان تعلیم داده شده و از طریق ایشان ما اون دعای پرفیض کمیل را که مؤمنین میخوانن خب اون نقل شده، حضرت علی به ایشان نکته های در مورد رابطه و دوستی و برادری میفرماید، میگه اخو کلذی لا یخذلک عند الشده، برادر تو واقعا اون کسی است که هنگام شدت تو را رها نمی کند، تو را کنار تو می ایستد. ولا یغفل عنک عند الجریره، هنگام مصیبت و هنگام بلا از تو غافل نیست. و بعدم می فرماید که ولا یخدعک حین تسأله، هنگامی که تو از او درخواست می کنی، حاجت طلب می کنی، در اونجاست که او تو را فریب نمی دهد، تو را سر کار نمی گذارد. بنابراین ما معیارهایی برای دوستی که داریم، یکی از معیارهای دوستی این است که چی میفرماید؟ میفرماید که لا یخذله، لا یسلمه و لا یخذله. در واقع از حقوق مؤمن این است که او را در هنگام مصائب و در هنگام گرفتاری ها او را رها نمی کند، تسلیمش نمی کند و از همکاری او، از یاری او سر باز نمی زند. ما از این طریق است که دوستان واقعی را، یاران واقعی را، برادران واقعی را میشناسیم. اما خب اگر انسان گاهی که در قدرت قرار دارد، مثلا در یک شهرتی قرار دارد، در یک محبوبیتی قرار دارد، از نظر مادی و از نظر مالی وضعیتش خوب است، ممکن اطرافیان انسان افراد زیاد جمع بشود و ادعای دوستی هم بکند، ادعای مودت بکند، اینجا انسان عاقل و انسان زرنگ نباید گول این چنین افرادی بخورد. البته از نظر اجتماعی ما موظف هستیم که با همه با خوبی رفتار بکنیم، با در فرازهای قبلی همه اون فرازها مطرح شد که از خصوصیات مؤمن این است که همیشه سخنش خوش است، با روی خوش با همه برخورد میکند، اگر حزنی دارد، اگر غمی دارد در دل خودش پنهان میکند و بدی ها و بیوفایی ها و اینها را نادیده میگیرد، گذشت میکند. از این طریق ما احسان خود رو حتی از کسانی که نسبت به ما احسان نکرده از اونها دریغ نمی کنیم. بله. این وظیفه در آخر بالاخره اخلاق کریمانه انبیا است، اولیا است و مؤمنین دستور داده. بالاخره یک مؤمن نه تنها منفعت محور حرکت نباید منفعت محور حرکت بکند، بگه خب این به من یاری میکنه پس من موظفم با این دوستی بکنم، نه. این ملاک هایی که عرض کردم که دوستان رو ما آزمایش میکنیم، اون دوستانی که واقعا ما باید بتونیم به اونها اعتماد بکنیم. بله. و شایسته این است که مؤمنان جامعه ایمانی به گونه‌ای باشد که همه‌شون این گونه باشد. یعنی این حدیث درباره اینه که واقع. در واقع هر مؤمن باید این صفت را داشته باشه که هر کسی با او دوست بخواست دوست باشه مطمئن باشد که اگر من کمک مالی ازی خواستم این توان داشته باشه به من کمک میکنه. جزاكم الله خیر. اگر مثلا ما مال را، سرمایه را، پول را در اختیار ازی قرار بدهم که مثلا همکار تجاری من باشد یا بالاخره امانت رو به یک کسی برساند، خب به او بتوانم او را امانتداری را مطمئن باشم و هرگاه در مشکلات، در تنهایی، در سختی گرفتار شدم ای بتوانم میاد در کنار من مثل مرا کمک میکند. بنابراین این ملاک را باید همه مؤمنین در خودشون ایجاد بکنند، دنبال چنین ملاک چیزی باشد. این چنین نباشد که یافتن دوستان با وفا و با صفا و با صمیمیت در جامعه ایمانی یک امر سخت و مشکل باشد، محال باشد که خب آدم از دوستان خودش همواره بی وفایی ببیند، مثلا چنین مسائل را ببیند. اینها حقوق مؤمن را که بر مطرح میکنه، این در واقع مؤمنان باید این گونه تربیت شوند، این گونه باید مورد توجه واقع شوند. سلامت باشین استاد، در زبان عامیانه ما همین مطلب به
گویش زیبایی مطرح هست، میگن که باید آدم یار جانی باشه نه یار نانی. بله. به این معنا که خب جان و دل با دوستان خودش دوستی کنه، بله. بخصوص در سختی ها و گرفتاری ها، بله. و مشقات در کنارش باشه، که اگر نباشه همون در واقع حق او رو ضایع کرده، چون او رو مخذول کرده و نصرت نکرده، یاری نکرده. و از آن طرف هم صرف در وقتی که خب رخا و آسایش هست، آسایش باشه، یار نانی نباشه، که اگر خلاص، بله. مهمانی بود و عیش و نوش بود در کنارش باشه، ولی در سختی ها او را رها بکنه و در کنارش نباشه. خیلی بهره مند شدیم استاد بزرگوار، تشکر میکنیم از حضور ارزشمند شما و بیانات عالی که داشتین. ما خیلی بهره مند شدیم. بینندگان محترم، از اینکه همراه برنامه خودتون بودین سیمانه تشکر میکنم و از خداوند متعال میخواهیم که ما را در ادای حقوق برادران ایمانی ما کمک بکنه. ربنا وفقنا لما تحب و ترضی، فی امان الله. خدا نگهدارتان بشه.